ارتعالیده امسال با وجود آن همه تدارک گسترده و تبلیغات سرسام آور حکومتی برای تبدیلش به مقطع بیت مردم با خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی، مقطع نمایش آشکار دفن سیاسی نظام جمهوری اسلامی بود. ارتعالیده به نمایش تأثیر حکومتی ها و جشن شادی و سفر تفریحی مردم تبدیل شد. با گفتار این هفته تلویزیون رای کارگر درباره ارتعالیده از همکارم نگار محسنی برنامه را ادامه میدیم. با درود به شما بینندگان عزیز، ارتعالیده در هفته گذشته در یک نگاه از بیرون تجسم شکافی آشکار بود. روزنامه ها، رسانه ها، مراکز رسمی و خیابون ها به مناسبت سالمرگ خمینی سیاه پوش شدند. کل ظرفیت‌های سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی و ده‌ها و صدها سازمان و تشکیلات حکومتی و دولتی بسیج شد تا از سراسر کشور گروه‌های را تحت عنوان زائران برای پر کردن محل سخنرانی به تهران بیارند. در تهران خط یک مترو را رایگان کردند و 4000 اتوبوس از ساعت 6 صبح تا 2 بعد از ظهر در میادین شهر تهران مستقر کردند. برای کشوندن مردم به مراسم در شرایطی که فقر و تهیدستی بیداد میکنه، شهرداری ایستگاه‌های صلواتی راه انداخته بود و حتی برای تبلیغ بیشتر خدمات درمانی و بهداشتی ارائه میدادند و جا برای پارک ماشین‌ها هم تدارک دیده بودند. برای برگزاری مراسم 10 کمیته تخصصی تشکیل داده بودند و 400 مهمان خارجی هم دعوت شده بودند و حداقل پخش 8000 بسته تبلیغاتی میان زائرین رو تدارک دیده بودند. و همه اینها با دو هدف. اول اینکه ادعا کنند که مردم هنوز شدیداً به خمینی علاقه دارند و عاشق انقلاب اسلامی هستند و از سراسر کشور میان به زیارت قبرش، و دوم اینکه مراسم ارتعالیده مراسم بیعت با رهبر جمهوری اسلامی و فراتر از اون با نظام جمهوری اسلامیه. خامنه ای امسال سر قبر خمینی در قالب ویژگی های به اصطلاح پنجگانه انقلاب به دروغ پردازی درباره شخصیت خمینی دست زد. علی خمینی قتل عام زندانیان سیاسی به دست جد جنایتکارش رو تایید کرد. سید حسن خمینی که ائتلاف اعتدالیون و اصلاح طلبان ماهاست مشغول چهره سازی از اونه و غالبا با آرایش فتوشاپی جملات قصارش رو در رسانه هاشون منتشر میکنن، با اختلال در سخنرانیش روبرو شد. واکنش تند و پرخاشجویانه خامنه ای به گزارش بی بی سی درباره تماس خمینی با آمریکا بخش دیگه از جریان واکنش بالایی ها در چهارچوب سال روز مرگ خمینی بود. گزارشی از هزینه های مالی ارتعالیده در دست نیست، ولی همه دستگاه های تبلیغاتی رژیم به سختی تلاش کردن نشون بدن که خمینی واقعا هنوز مورد علاقه مردمه و نقش مهمی در انقلاب داشته و خامنه ای هم داره راه خمینی را ادامه میده. تمام ماشین تبلیغاتی رژیم با صرف هزینه های سنگین تلاش کردن نشون بدن که مردم عزادار مرگ خمینی هن و همه خوشحالند که خامنه ای جانشین برحق خمینیه. ولی واکنش مردم به این تبلیغات پرحجم و طرح‌های پی در پی برای کشوندنشون به سر قبر خمینی از طریق امکانات رایگان سنگ روی یخ شد. مردم به این تبلیغات با برگزاری جشن‌ها و سفرهای تفریحی گسترده واکنش نشون دادن. ابعاد سفرهای تفریحی مردم به مناسبت ارتعالیده به حدی بود که شاید در تاریخ مرگ هیچ چهره سیاسی این حد از جشن و سرور نظیر نداشته باشه. سفر به شمال کشور و ترافیک سنگین در جاده تهران به شمال به حدی گسترده بود که هیچ جور نمیشد پنهانش کرد. پلیس راه مجبور شد دائم از ترافیک سنگین جاده ها خبر بده. مردم انگار منتظر بودند که سالمرگ خمینی برسه و در تعطیلات نیمه خرداد هرچه وسیع‌تر شادی کنند. حتی اونایی که نتونستن سفر برن و در تهران موندن، سعی کردن هرچه بیشتر بهشون خوش بگذره و با توجه به مشغول بودن نیروهای انتظامی در رابطه با تأمین امنیت مراسم رسمی ارتحال،
فرصت رو برای برگزاری جشن‌های گروهی از دست ندادند. ابعاد جشن و سرور در حدی بوده که خبرگزاری فارس از دستگیری 70 نفر در شمال تهران به خاطر برپایی مست پارتی خبر داد. کلیپ های ویدیویی هم در شبکه های اجتماعی منتشر شده که شادی مسافران شمال رو نشون میده. تعطیلات نیمه خرداد به مقطع سوگواری بالایی ها به خاطر مرگ خمینی و شادی پایینی ها تبدیل شده. تناقض میان سوگواری بالایی ها برای جنایتکاری که از طریق کشتار وسیع جوانان آزادی خواه حکومت شلاق و شکنجه و اعدام رو در کشور ما برقرار کرد و شادی مردم به مناسبت مرگش انقدر بزرگ و عیان بود که هیچ جور نمیشه پنهانش کرد و هیچ جور قابل توجیه نیست. سال روز مرگ بنیانگذار این نظام به روز جشن و شادی و سفر تفریحی مردم تبدیل شده و این به بهترین شکلی مرگ آرمان‌های سیاه و ارتجاعی خمینی رو در میان مردم نشون میده. جشن و سفرهای تفریحی نیمه خرداد واکنش آگاهانه مردم به تبلیغات پردامنه حکومتیه. واکنشی که به روشنی نشون میده که حاکمیت در میان مردم منزوی شده. پایه‌هاش لرزانتر از همیشه است و بدون شلاق و داغ و درفش و اعدام و قصاص و اسید پاشی نمیتونه به حیاتش ادامه بده. حکومت اگه مراسم 27مین سال مرگ خمینی رو مراسم بیعت با رهبر درمونده و منفورش میخواست، مردم با رفتار و عملشون مهر تازه‌ای بر عدم مشروطیت نظام حاکم زدن. معنای رفتار مردم این بود که حتی با وجود داغ و درفش و شلاق و اعدام، هر جو ساز و کارهای کنش کم هزینه، سرکوب نشدنی و هماهنگ با منطق زندگی روزمرهشون فراهم باشه، در نشون دادن بیزاری و بی‌اعتنایی‌شون به تبلیغات حکومتی ذره‌ای تردید نمی‌کنند. تبلیغات حکومتی در سالروز مرگ خمینی و واکنش مردم به این تبلیغات دو دنیای متفاوته. دنیای مردگان و دنیای زندگان. ارتحالیده امسال میگه نظام جمهوری اسلامی جسد گندیده‌ای شده که صرفاً تاریخ دفنش عقب افتاده.